تفسیر عکس های کاوشگران عزیز که کمک حالی باشه برای دوستان عزیز که بتونن استفاده درست رو به نحو احسن انجام بدن. تا آخرین ویدیو با من همراه باشید. با سلام و درود خدمت کاوشگران عزیز. دوستان، نمونه ای از تله ها هست که چطوری با این نوع تله ها برخورد کنیم. دوستان عزیز، ببینید، یک سنگی که در زیر سنگ دیگه قرارگیری داره، حالت نوک‌تیز داره این سنگ. اگر شما مسیر به سمت راست رو کار بکنید، این قسمت سنگ به پایین میاد، و اگر در سمت چپ این کار رو انجام بدید باز هم همچین حالتی رو داره. ببینید، تله ها خیلی مهم هستن. اولا اهرم دارن، اهرم رو شما باید مهار بکنید. اگر همچین جایگاهی رو دارید، باید یک طرف اون رو کار بکنید، بعد دوباره بیایید طرف دیگه اون رو با سنگ هایی که در قسمت سمت چپ قرار داره مهار بکنید. خب، عکس دومی که یک نماد رخ هست، دوستان عزیز اگر توجه کنید ببینید، در محیط خیلی مهمه که شما چه چیزی رو به تصویر بکشید که آیا این یک نماد رخ هست یا نه. معمولا نمادهای رخ که در ارتفاعات موجود هستند حتما برخوردار هستند از پلمب، بعد ورودی غار مانند، مقبره ها، 100% به این حالت هستند. ببینید، نماد رخی که از چند جهت کاملا به رخ شباهت داره، شما میتونید اون رو اثبات بکنید و دید و جهت خود نماد رخ ببینید کجا رو داره اشاره میکنه. در این قسمت یک حالت پلمپ سنگچینی هم موجوده دوستان، این هم حائز اهمیت هست که در بغل خود نماد رخ هست. خب، عکس سومی دوستان عزیز، بر روی سنگ هایی که شما اگر توجه کنید، بعضی از حکاکی ها به شکل های مختلفی موجود هست. حالا اینجا یک نماد مار برجسته هست، البته از قسمت کله به سمت پایین که کاملا به مار شباهت داره. بعد جالب اینجا هست، هم نماد مار همیشه از خود دید اون و از سمت نیش اون دقیقا اشاره میکنه. اینجا یک جاساز کوچیکی رو داره اشاره میکنه که من مشخص کردم در قسمت پایینی اون یک جاساز کوچیکی که معمولا چند تا سکه یا زیورالات کوچیکی در اونجا قرار میدن. خیلی مهمه دوستان که ببینید که این نشانه ها یا همین کروکی ها و برجستگی ها دقیقا شباهت به خود تندیس همون حیوان رو داشته باشه. خب دوستان، این عکس خیلی مهم بود، خیلی با ارزشه. ببینید، لبه یک سنگی که تقریبا به شکل قلب هست و داخل همین سنگ که به عنوان یک سنگ دوربین عمل میکنه دوستان عزیز، که یک درختی رو مشخص میکنه. همیشه بدونید در نماد قلب بیشتر اشاره میکنه به کنیزی که همراه یکی بوده، حالا این یکی کسی که خیلی مهم بوده، مثل یک زن و شوهری بودن، حالا در مسیر راه اتفاقی برای این افتاده و حالا نماد قلب بیشتر به اون کسی که زن هست رب داده میشه. خب، داخل اینجا که اگر توجه کنید یک درختی رو مشخص کرده دوستان عزیز، همین درخت که در یک متری خود درخت یک سنگچینی موجود هست که فرد رو در اونجا قرار داده و این نماد و نماد محبت و عشق رو براش حکاکی، البته بیشتر که شاید به عنوان یک سنگ دوربینی باشه، ولی بیشتر به حالت قلب تراش داده شده و همین جلوه رو برای اون قبر قرار داده که در پایین همین قبر که زیر خود اون یک دفینه موجود هست. خب دوستان عزیز، عکس بعدی در مورد لاک پشت خفته هست دوستان عزیز. اینجا نمایانگر
کاملا آخر کار رو داره اشاره میکنه. همچین جایگاه هایی که ببینید، یک نکته بهتون بگم در مورد لاک پشت ها که در لبه پرتگاه ها یا در نزدیک به دره ها در قسمت بالای کوه که کاملا مشخص هست که اتراق کرده و کاملا احساس این رو داره که دیگه اینجا جای دیگه موجودی، فقط شما میتونید کله اون و دید اون رو ببینید به کجا اشاره میکنه، که حد فاصله هم زیاد نیست دوستان، در حد هلوش شاید 10 متر یا 15 متر باشه و یک تپول مانندی میتونه بهتون بده، یک فرو رفتگی میتونه بهتون بده و یک سنگچین قبر رو شاید اشاره بکنه که خیلی مهم و با ارزشه، که یک بعضی موقع ها به حالت اتاق مانند یا قبر اتاقی یا خزانه اشاره میکنه دوستان، که خیلی با ارزشه. خب دوستان عزیز، در مورد تک جوغن که در حصار یک قبر تک قبر هست، البته سنگچینی که اگر توجه کنی دوستان عزیز کاملا دور تا دور اون سنگچین قرار داره، سنگچین هایی که به عنوان یک شاخصه یک فرد مهم، یک فرد والا مقام، یک فرد حاکمی رو داره اشاره میکنه، و نشانه جوغنی که در وسط خود قبر قرار داره و این دایره سیاه مانندی که من مشخص کردم دوستان سنگ قبرش هست، که به حالت شمال جنوب میخوره این قسمت دوستان عزیز، که محل رو شما میتونید در این قسمت سیاه رنگ حفاری بکنید و به سمت محل دفینه، چون اموالی که دارند یا بیشتر در قسمت پایین یا قسمت زیر سر قرار میدادن، بعضی موقع هم بر روی سینه خود طرف اموالی رو قرار میدادن. خب قاعده مثلثی در مورد درختان، این نوع حالت دوستان ببینید برمیگرده به دفینه یهودیان که حالت هم هشت رو ایجاد میکنه دوستان عزیز، و شما میتونید قاعده این مثلث رو انجام بدید. ببینید حد فاصله بین درختان رو اندازه بگیرید، کاملا مشخص بکنید و تقریبا به سه قسمت تقسیم میشه و درخت وسطی رو به اندازه همون فاصله که بین اینها ایجاد شده رو قدم بردارید، که شاید نزدیک 7-8 قدم ایجاد میشه و محل دفینتون در اینجا قرار داره که به شکل سنگچینی قرار داره، مثل یک اتاق مانند یک سفیدخانه عمل میکنه. خب ممنون و سپاسگزارم دوستان عزیز، حتما ویدیو رو لایک بکنید. با تشکر فراوان